نیروهای زمینی ایران تلاش می کنند ارتفاعات بازیدراز را از عراق پس بگیرند. بعد از توقف عراق در پاییز 1359 در خاک کشورمان، تلاش ها برای بازپسگیری مناطق اشغالی به تدریج آغاز می شود. عملیات بازپسگیری بازیدراز یکی از این عملیات هاست. پایگاه همدان مأمور است تا از این عملیات پشتیبانی هوایی کند. این بار رضا قره‌باغی و بهروز نقدی بیگ با هواپیماهای عراقی روبرو می شوند. 13 برام عدد خوبیه. اینه واقعیت دارم میگم، اینه بهش اعتقاد دارم. تو امریکا اتاقی داشتن همه اسمو 13 بود. عکسش دارم، خواستین نشون میدم با بچه‌ها. روز 13 هفته 59 رو ما زدم. دوباره خداوند جون نجات داد من. دوباره از 13 260 اینو بریف کردم، با هم رفتیم بالا، پرواز میکردیم و گشتنه میکردیم. آنها باید با گشت زنی هوایی مانع حمله هواپیماهای عراقی شوند. ما رفتیم رو فرکانس، دیدیم به این حمله شده و چه سر صدایی، هلیکوپترهای عراقی چیکار میکنن، دارن ایرانه میزنن اینا. قره‌باغی در تماس با افسر ناظر هوایی که بین رزمندگان در خط نبرد است متوجه میشود که هوانیروز عراق با بالگردهای قدرتمند میل نیروهای ایرانی را زیر آتش شدید گرفته است. حقیقتش طاقت نیاوردم، اون ور عراق بودم، انداختم به طرف چیز سمت ارومیه، از پشت انداختم کف زمین اومدم. شروع کردم به بستن رگبار به هلیکوپترها، شروع کردم به فرار کردن. متأسفانه از دو طرف منو میزدن، هم خودی میزد هم دشمن میزد. ما این وسط گیر کرده بودم. خلاصه هلیکوپترها رو فراری دادم و رفتم، اومدم کشیدم بالا و اومدم روی دریاچه عراق. هواپیمای قره‌باغی بر روی دریاچه عراق سوختگیری هوایی کرده و به منطقه برمیگردد، غافل از اینکه رادار کنترل زمینی عراق او را رصد میکند. باز طاقت نیاوردم، هیچ کس من اجبار نکرد بود برم. میدارم واقعیت بهتون میگم، ولی طاقت نیاوردم. وقتی دوباره رفتم رو فرکانس رو دیدم دارن فریاد میزنن کمک میخوان، میرفتی با خشم داشتم میرفتم. واقعا اونا خیلی داد میکرد، خیلی زده بودن نیرو. و این دفعه برای هلیکوپتر رو رگبار بستم. سری کشیدم بالا درچه مریوان یکی که عب همی که از عب من کشیدم اومدم بیرون، یادم یه عب ماشه خیلی هم نزدیک بود، اومدم بالا خیلی هم نزدیک بود، زدم افتر برنر که نزدیکتر بشه که با فشنگ بزنمش. عراقی ها دامی برای فانتوم ایرانی پهن کرده اند. آنها از یک تاکتیک قدیمی یعنی ساندویچ کردن استفاده کرده اند. یک هواپیما به عنوان طعمه در جلوی شکاری ایرانی حرکت می کند و هنگامی که خلبان تعقیب کننده تمام توجهش به زدن هواپیمای جلویی است، خود از عقب هدف قرار می گیرد. هنگامی که فانتوم ایرانی هواپیمای میگ 21 عراقی را از پشت به مسلسل می‌بندد، خود هدف یک موشک حرارتی قرار می‌گیرد. میگ 21 عراقی یک موشک حرارتی آتول به سمت فانتوم ایرانی شلیک می‌کند. میگه 21 هرچند سرعت و برد پروازی کمتری نسبت به فانتوم دارد، اما چابکیان برای فانتوم ها خطرناک است. ابعاد میگه 21 تقریبا نصف فانتوم است که مشاهده و هدف گرفتن آن را سخت می کند. این هواپیما در درگیری های هوایی نزدیک حریفی خطرناک برای فانتوم هاست. اون لحظه که من زدم تو افتر بنرز اون را فشنگ زدم، یه بارده هواپیما منفجر شد، یه چیز گفت
تازه فهمیدم که ما رو زدن. شروع کردم به پایین اومدن و زیگزاگ کردن و که از دست اینا در برم. اونا هم که خیالشون راحت که منو زدن، دیده بودن که هواپیما ما رو زدن. تصمیم ناگهانی قره‌باغی در استفاده از پس‌سوز موتورها باعث می‌شود که گاز و شعله خروجی موتورهای فانتوم از قدرت انفجار موشک عراقی بکاهد. قره‌باغی به سختی هواپیمای آسیب دیده را بر روی باند می‌نشاند. فرمان پایگاه ناراحت بودن که این وضعی که برای آفموش آمده نکنه هر لحظه باکی سلاخ بشه، فلان باشه، قد بریزه هم آتیش بگیره. همیز داشتم میرفته اینم اینطوری میکردم، من فکرم دارم بای بای میکنم با من، منم اینطوری میکردم. تا اینکه رسیدیم به بهی داشتم میرفتم، واقعا متوجه نبودم که چی شده. من یه دفعه دیم خواستم برم به طرف شلترا به آشینرهایی که از هواپ ماری بخارم برم تر بودم. فرمون پاگیات بلیزیر داشت بیشید جلو من با فاصله اینجور کرد نگرد، دست نگرد دار اینجور کرد. نه عصبانی یه ما کنون اشخصیم چرا عصبانی؟ خلاصه همون چه ما افغانی نگرد داشتیم و پرزال فنی اومدن چوب چرک گذاشتن و خلاصه ما رو خاموش کردیم و پله رو زدن اومدیم پایین و گفتم چه جمسن چه خبر؟ گفت ببین آخه ما اونجا بودیم یه دفعه دو ما هم بالا رو رنگ اون پری. وحشت کردیم. بعدش گفتم به روز چی شده، چی جوری شده، ما چی جوری اومدیم اونجا؟ با بازیادم افتاد که خداوند کمکم کرده. خلبانان فانتوم پس از معاینه در بیمارستان پایگاه و اطمینان از سلامتشان به منزل میروند. بعدش هم جاتون خالی از اونجا رفتیم خونه آقای جناب قاضی که از خلبانه رشتم از دوستان صمیمی هستش. از آبگوش داشتیم میخوردیم. معمولا بچه ها خب بخاطر اینکه از بچه ها بخبرشن را دیاروه گرفته بودن که برگشت گفت ما اعلان کرد در ساعت فلان دادیم سه و خورده چند یکی از مزدوران خمینی را به درک واصل کردیم. اینا بچه هیو کردن حالا من نشستم اونجا و واقعا از نظران من صد درصد افتاده بودم دیگه. بعدش دیگه خورد غذا رو خوردیم و تشکر دوباره هم بودیم. بعد دیدیم گلچین رنگ زد. ساعتی بعد فرمانده پایگاه سرهنگ گلچین خبر تایید سقوط میگ 21 را که توسط مسلسل هواپیمای قره‌باغی هدف قرار گرفته بود به او میدهد. هواپیمای عراقی که از شلیک مسلسل آسیب دیده بود نتوانسته بود خود را به پایگاهش برساند.